ماتم تلخی دارند. پدرشان در حمله دهمزن کشته شد. از مهرعلی همسر و چهار کودکش ماندند. اندوه تلخ در چهره هر کدام اینان دیده می شود. ایت خوب نیستم. اصلا ایت تا هنوز تصور نمکنم که مهرعلی شهیده دست دارم. منتظارم. هیچ کدام گناهی نداشتم. حقش بود. به خاطر حق خود رفتم. او کنون شعیب باید بار سنگین سرپرستی خانواده را بکشد. کودکی 10 ساله. آل بدل نیست دیگه. جگرخون هستم. زندگی هم سخت است. بعد از پدرم نانوار خانم هستم. یک هفته از این رویداد می گذرد. رویدادی که خانه های زیاد را به گلیم غم نشاند و نانوارانشان را گرفت. داداش بیچاره اونو چی میشه است دو ریزه چیش میشه است که پدر مکای می از حق من دفاع شوه تا آخرین قدرت تا آخرین لحظه نفس کنه بچای مرا خوب بلی کنه چیزی خود ما باشه تا که از حق من دفاع نشوه اینه خود من جات میکنه. در خواب و بیداری تصویر پدرش را دارد. گرمی آغوش پدر را در این عکس سرد میجوید. این سوتر تا کنون زخمیانی در بستر درمان در شفاخانه هستند. تا هنوز هم وحشت حمله را خوب به یاد دارد. هر دویشان در حمله دهمزنگ زخم برداشتند. شوهر و خانم هستند. جوان خیلی جوان از استادی قدر بود دیگیم. از بلین زیموتر سر مفتاد پای مفتاد اگید. خواست اینان به کیفر رسونیدن برنامه ریزان حمله بر راه پیمایان جنبش روشنایی است. تقاضای ما از دولت همیست که باید اینا را ردیابی کنه تا اینا را پیدا کنه محکمه شود و سزای مالش باید برسه که دیگه مردم افغانستان در این خاک و خون دیگر نشینه. در اینجا همه چیز تغییر کرده است، اما دردهای از حادثه اینجا هنوز در دلها زنده است. شنبه یه هفته پیش دهمزنگ در همین موقع خونین ترین رویداد را گواه بود. کسانی که آواز عدالت خواهی برای روشن ساختن خانه های دیگران بلند کرده بودند، زندگی خودشان تیره و تار شد. دایشیان نشانه حمله گرفتندشان. عبدالولی آریان، طلوع نیوز، کابل.